ویدیوی امروزمون قسمت دوم آموزش مهرسازی هستش که توی این ویدیو میخوام بهتون طریقه انتقال طرح روی لینو رو یاد بدم. اولین روش این هستش که روی لینوتون به سادگی نقاشی کنید با یه مداد، که این کار برای وقتی است که شما طراحیتون خوب هستش یا اینکه طرحتون رو خودتون آماده کردین، ولی اگر که خیلی طراحیتون خوب نیست میتونید از این طرحهایی که پرینت گرفتین استفاده کنید، طرحتون رو یا طراحی کنید یا از جای بردارید و پرینت بگیرید و بعد با اون طرحتون رو روی لیناتون بنازیم. برای این کار چند تا روش وجود داره که جلوتر همه روش هاش رو بهتون یاد میدم. یکی از این روش ها استفاده از کاغذ پوستی یا کاغذ کالک هستش، که به این صورت که شما کاغذ کالک یا پوستیتون رو به اندازه طرحتون برش میزنید و روی طرحتون میذارید. توی روش اول به سادگی کاغذ پوستیمون رو روی طرحمون میذاریم و شروع میکنیم دور تا دور طرحمون رو کشیدن. این روش خوبی هستش اگر که شما دارین از طرحی استفاده میکنین که جزئیات خیلی زیادی نداره و راحت میتونید این کار رو براش انجام بدین، یا اگر که طرحتون رو مثلا میخواین از روی گوشی منتقل کنید روی این کاغذ پوستی و چاپی نداریدش. ولی خب به هر حال این مدل طراحی به واسطه اینکه شما دارید با دستتون روی میکشین امکان داره که خیلی تمیز نشه نتیجه نهایی و در نهایت اون کارتون رو به اون تمیزی که میخواین تحویلتون نده. حالا توی روش‌های مختلف من همه روی لینو میندازم تا شما ببینید که به چه صورت در میاد، و برای طرحی که خیلی جزئیات دارن این روش رو من زیاد پیشنهاد نمیدم، ولی گفتم برای طرحی ساده تر که جزئیات کمی دارن یا وقتی اون اوله کارتون رو میخواین تمرین کنید گزینه بدی نیستش این مدل. دقت کنید که همه جا رو به صورت یکسان کاملا بکشید طرحتون رو، و پررنگ هم سعی کنید بکشید که موقع انتقال دادنش روی لینو قشنگ طرحتون بیفته روی لینو. لطفاً این ویدیوها رو فقط و فقط توی کانال یوتیوب من ببینید. این ویدیوها کاملا رایگان هستش، به هیچ عنوان هیچ مبلغی بابت این ویدیوها نباید پرداخت بکنید شما، و این ویدیوها رو لطفاً دانلود نکنید. و اگر که توی هر پلتفرم دیگه می‌بینید، من به عنوان سازنده این ویدیوها هیچ گونه رضایتی ندارم و فقط توی یوتیوب دوست دارم که دیده بشه کارم. بعد از اینکه طرحتون رو کشیدین روی لینو بندازینش و شروع بکنید با ته مدادتون یا حالا یه جسم سفت دیگه‌ای روش کشیدن. برای اینکه کارتون تکون نخوره میتونید با یه تیکه چسب بچسبونیدش اون کاغذ پوستی یا کالکتون رو روی لینوتون و بعد از اون این کار رو انجام بدین و طرحتون انتقال بدین. اگر نه میتونید با دستتون بگیرید، میتونید که وقتی هم که دارین این کار رو انجام میدین بلند بکنید و ببینید که انجام شده یا نه. همونجور که میبینید طرح من به سادگی کاملا انتقال پیدا کرد، ولی خب با اون طرح اصلی یه سری تفاوت ها داره به واسه اینکه خب من با دست این رو کشیدم و شاید اون تمیزی نهایی رو به من نده، ولی خب این یکی از روش های خوب انتقال هستش. حالا یه روش دیگه که هستش که باز برای طرحهای چاپی هست، این روش شما باید کاری که انجام بدین به جای اینکه از کاغذ پوستی یا کاغذ کالک استفاده کنین مستقیما خود طرحتون رو با مداد دورگیری بکنید. دقت بکنید که برای این کار هم قشنگ خوب و محکم بکشید که مدادتون قشنگ رنگ پس بده و بشه راحت از روش این طرح رو انتقال داد به روی لینو. این کار هم روش خوبی هستش، ولی خب ما باز به واسطه اینکه شما دارین با دست میکشین امکان داره که اون نهایتاً تمیزی و ظرافتی که کارتون میخواین رو بهتون نده. در کل این روش هایی که دارم الان بهتون میگم روش هایی هستن که برای کارهای کم جزئیات‌تر و این کارهایی که ظرافت کمتری دارن به نظرم مناسب هستن، و بهترین روش از نظر من روش آخری هستش که یاد میدم. پس اگر میخواین این روش رو ببینین حتما تا آخر این ویدیو رو چک بکنین، چون انتهای ویدیو گفتم روش رو. دوباره هم تکرار میکنم لطفاً این ویدیوها رو فقط و فقط توی یوتیوب من ببینید و هیچ جای دیگه این ویدیوها رو انتشار ندید، دانلود نکنید و هیچ گونه مبلغی پرداخت نکنید، چون دیدم ویدیوهام رو برمیدارم و با مبالغ بسیار بالا هم میفروشم و من هیچ رضایتی از این قضیه ندارم. حالا توی این روش وقتی که طرحمون رو کاملا دورگیری کردیم میذاریم روی لینو و پشت همون مدادمون کاملا سعی میکنیم که طرحمون رو منتقل بکنیم. یه خوبی که کاغذ پوستی داره، شما موقع انتقال طرح بهتر میتونید زیر دستتون رو ببینید و بهتر میتونید متوجه بشین که کجای طرحتون گرفته یا نگرفته، ولی در کل این رو هم حتما چک بکنید و هر جاش رو که دیدید که اونجوری که باید شاید طرحتون منتقل نشده دوباره و دوباره قشنگ با انتهای این بکشید تا طرحتون کاملا منتقل بشه. این هم
روش بعدی که باز هم همونجوری می‌بینید خیلی خوب منتقل میشه، ولی اون ظرافتی که باید داشته باشه رو از نظر من نداره. توی روش بعدی استفاده از کاربن هست. حالا من کاربن ندارم، فکر کنید این کاغذ صورتیه، کاربن هستش. به این صورت که لیناتون رو قرار میدین، کاربن روش می‌ذارین و بعد از اون طرحتون رو روش قرار میدین و دوباره به همون فرم دورگیری می‌کنید و کاملا طرحتون منتقل میشه. اگر می‌خواید روی کاربن منتقل کنید طرحتون رو، بهتر که با خودکار طرحتون رو دورگیری بکنید که هم ظرافت بیشتری داشته باشه موقع دورگیری و هم این که چون سفت‌تر می‌کشین طرحتون بهتر روی لینو بیفته. این هم یکی از روش‌های دیگه‌ای بود که شما می‌تونستید استفاده بکنید برای با کاربن. فقط دقت بکنید که اگر که طرحتون نوشته هستش، حتما به صورت پشت و روش بکنید توی حالا هر چیزی که دارین کار میکنید. روش بعدی استفاده از اتو هستش که به این صورت که طرح چاپیتون رو قرار میدین، اتوتون رو با دمای متوسط، نه خیلی داغ باشه نه خیلی سرد باشه، روی لینو میکشید. دقت کنید که برای این قسمت حتما کاغذتون روی لینو رو بپوشونه، وگرنه لینو شروع به آب شدن میکنه و به اتوتون میچسبه و کلا خرابکاری میشه و بعد موقع کنده شدن یه حالت برچسبی طوری داشته باشه. برای این کار حتما اتوتون رو از حالت بخار خارج بکنید که حالت بخار نداشته باشه، بخار نزنه. و دماش هم گفتم باید متوسط باشه، من نمیتونم بگم که دقیقاً چه دمایی، ولی خب اتوتون هر درجه بندی که داره روی در دمای متوسط قرارش بدیم و روش بکشید. این خیلی این روش خوب طرح رو منتقل میکنه. من اینجا چون طرحم رو ازش دو سه دفعه استفاده کرده بودم و بعدم برای اینکه اون مدادا پاک بشه با پاکون پاکش کردم، یه ذره طرحم اینجا میبینید کم رنگ شده به خاطر اون بوده، ولی در کل جزئیات طرحم کاملا منتقل میشه و اگر که میگم من استفاده نکردم از این طرح قبلا، کامل کامل عالی منتقل میشد. که این یکی از روش‌های خیلی خوب انتقال هستش، ولی خب این هم بازی یه مقدار دردسر داره و من روش بعدی رو بیشتر دوست دارم. اگر هم دیدین که کنارهاش نگرفته، میتونید با یه رابیت یه چیزی دورگیریش رو انجام بدین و بزنین از دما بیفته و بعد از اون ازش استفاده کنیم. حالا توی این روشی که از نظر خودم بهترین روش هستش، دوباره یه طرح چاپی من نیاز دارم که این طرح چاپیم رو روی لینو قرار میدم. برای این کار شما نیاز دارید به استون. استون رو یک مقداری به پنبه یا حالا دستمال کاغذیتون بزنید، خیلی نباشه که دیگه ازش بچکه، ولی اونقدر کم نباشه که خب نتونه کار رو انجام بده. استون رو بزنید به حالا پنبه یا دستمال کاغذیتون و بعد از اون روی این طرحتون بکشید. این روش از نظر من بهترین روش و کم دردسرترین روش هستش که طرح شما رو هم به صورت کاملا عالی منتقل میکنه و همه جزئیاتش کاملا منتقل میشه. از اون طرف این طرحتون که چاپ کردین خراب نمیشه و میتونید شما بارها ازش استفاده بکنید، که خب این خیلی گزینه مناسبی هستش اگه میخواین شما از یه طرحی چندین بار بزنید. و به نظر خودم بهترین روش این هستش. حالا شما میتونید تو انتخاب خودتون هر کدوم از روش های دیگر رو که دوست داشتین انتخاب بکنید. استون رو من اینجا خیلی کم کم به دستمالم اضافه کردم، چون استون همونجوری که میدونین میپره و من سعی میکردم هی مرحله مرحله اضافه کنم و روی طرحم بکشم که هم استونم نپره و هم که زیاد از حد استون نزنم که کاغذم رو خراب بکنه. و کاملا خوب و عالی این روش منتقل میکنه طرح رو. البته من یه ذره اینجا به نظر خودم باید بیشتر میزدم، چون اونجوری که باید طرحم خوب منتقل نشد، ولی در کل همونجوری که میبینید خیلی روش ساده تر و روش تمیزتری هستش، مخصوصا برای کسی که تازه کار هستن. به نظر من این گزینه خیلی خیلی مناسبی هستش و به شما پیشنهاد میدم که از این روش استفاده کنید. ولی خب از هر کدوم روش های دیگه که خواستین هم میتونید استفاده کنید. روش مورد علاقتون رو توی کامنت ها حتما برام بنویسید و روش که خودتون استفاده میکنید. اگر هم یه جاهایی طرحتون مشکل داشت و خوب منتقل نشده بود، من اینجا با یه راپید دورگیریش کردم که وقتی که میخوام با مقارم این طرح رو آماده کنم و حالت برش بزنم و کنده کاری بکنم، قشنگ خطی برای دورش داشته باشم و این مشکل رو نداشته باشم که امکان داره یه جاهایی خطش نگرفته باشه. اگر روش دیگه هم شما بلدین حتما توی کامنت ها به هم بگین. اگر دوست دارین این سری جدید رو ادامه بدم، لطفا این ویدیو رو لایک کنید. اگر تا الان سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنید. اگر به شمع‌سازی علاقه‌مند هستید حتما پلیلیست آموزش جامع شمع‌سازی رو چک بکنید. مهرسازی رو از این بعد به صورت مداوم سعی می‌کنم ویدیوهاش رو بذارم. برای اینکه بدونید وسایل مخصوص مهرسازی چی هست و چی نیاز دارین، حتما ویدیوش رو چک بکنید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.